سلام پیبودیا، من اومدم با یه ویدیوی جنجالی دیگه. ویدیوی ما درباره آقای محمد مایلی کهن و صحبت‌های جنجالی و تند و باور نکردنی اون در انتقاد از احسان اصولی و عنایتی و امیر قلعه نویی و نام بردن از علی کریمی در تلویزیونه. مایلی کهن خطاب به مجری برنامه گفت: شما وحشت دارید که من صحبت کنم. شما در حدی نیستید که تشخیص بدید صحبت‌های من فنی است یا غیر فنی. شما همیشه مخالف من بودید. تمام لیگ ما رفته زیر نظر گروهبان قندلی. سعید الهویی با چه رزومه‌ای شده مربی تیم ملی؟ از بزرگانی مثل نوید کیا و وحید هاشمیان با کارنامه های مشخص استفاده نمیشه و ناگهان عنایتی از ناکجا آباد بیرون میاد چون همزبان گروهبان قندلی هستن. در ادامه قسمت هایی از این مصاحبه رو با هم میبینیم. اساس کدام فاکتور و مختصاتی شما و آقای نوید چاخان سالیان درازی است که بر فوتبال معصوم ما حکم کرده؟ آقای مایلی کهن عزیز، من این نکته بگم، شما ظاهرا از روی متنی هم دارید میخوان، نمیخوام که بله رشته کلماتون میخوام قطع بشه، فقط چند تا نکته رو من بگم. خواهش که دارم این که حالا اصول اخلاقی رو قطعا شما بهتر از من میدونید و رعایت میکنید راجع به حالا افراد از القابی که استفاده میکنن. حالا برای این دوستان باید فرصت پاسخگویی باشه که شما یکی از مخالفین سرسخت من بود که الانم دارین موضع‌گیری رو میکنید. من بله من کجا هستم شما؟ آقا اصلا من سنم قد نمیده شما مخالفت کنم. ما همیشه دوستدار شما بودیم هستیم. نخواهش من رو وارد این بازی نکنم. نه شما هستش جناب. حالا در صورت من با چیز عدل صحبت میکنم. آقای غیر اصولی، مگر شما امثال شما باعث نشدید که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ما علی کریمی به یک بار عطای فوتبال را به لقایش بخشیده و در حالتی دو سال پیش او خدا کاندیدای فدراسیون فوتبال ایران کرده بود چنان عرصه را بر خود تنگ دید؟ آقای مایلی کهن، اجازه میدین ما بریم سراغ سوالات فنی ما، چون واقعا دوستان تایید کننده ای که با شما تماس گرفتن، ما بیشتر می‌خواستیم راجع به مسائل فنی صحبت کنیم. حالا امروز آقای اصولی اتفاقا فنی نیست. نه شما نمیذارین که الان بیشتر از من شما داری حرف میزنی. اجازه من حرفمو بزنم. برو منتا شما که میگی از بچگی منو میشناختی، اجازه من حرفمو بزنم دیگه. من مگه حرف بدی میزنم؟ نه آخه ما سوالمون سوال فنی، شما خیلی شخصی دارین. من اصلا چرا بحشت داری شما با من چرا بحشت دارم؟ محترمتون به من گفته بودن که صحبت کنم. الان کسی میگه ما داریم میگیم مثلا فوتبال صحبت کنیم، شما خیلی دارین شخصی صحبت میکنیم. چه شخصی صحبت میکنیم؟ به نظر شما در حدی نیستی که تشخیص بدی حرف من شخصیه یا فنیه. شما گوش کنید فقط. شما یه مجری قرار شد شما گوش کنید منم حرفمو بزنم. ما قرار نیستش که آخه آخه من درست سوال من اصلا من کوچیک شما هستم، اصلا من بحثی با شما ندارم. ولی الان قرار نیست شما تیر گول افتاد شما بزنید که اصلا چیزی نیستش که اینو تمومش میکنم. ببینید تو این چیزا الان تمام فدراسیون ما رفته زیر چتر در واقع گروهبان قندلی. سرمربی نساجی با نظر گروهبان قندلی، سرمربی استقلال با نظر گروهبان قندلی، سرمربی هوادار با نظر گروهبان قندلی، سرمربی گلگهر با نظر گروهبان قندلی، سرمربی مثل رفسنجان و پیکان با نظر گروهبان قندلی. اصلا بر اساس کدوم متر و معیاری سعید الهویی یهو میاد کمک مربی تیم ملی میشه؟ ببخشید اصلا سابقه همین آقا مگه عنوان نشد که من دیگه گروهبان قندلی مگه نگفت که من دیگه چیز نخواهم شد؟ آقای مالی کامان جسارت میکنم یه دقیقه ما فرصت داریم اگه تو صحبت شما دیگه شما بیشترش رو شما از بین بردین دیگه متاسفانه. نه شما صحبتون کردیم در مجموع آقای عنایتی از توی قوطی در میان که بدون کمترین موفقیت در سه مربیگری بودن به دلیل اینکه همکلام و همزبان گروهبان قندلی هستن و خب. این واقعیت تلخی که متاسفانه ما داریم به رهبران میدیم. محمد مایلی کهن متولد 30 خرداد سال 1333 در بندر انزلی مربیه و فارغ التحصیل فوق لیسانس تربیت بدنیه. با بازی فوتبال شروع کرده و به سرمربیگری تیم ملی رسیده. حالا منتقد و مربیه و جنجال‌های زیادی هر ساله داره. اون در محله میان پشته انزلی به دنیا اومد. در 2 سالگی پدر و مادرش جدا شدن.
مادر 18 سالش با کارگری در خانواده سرهنگ سمیعی در انزلی گذران زندگی میکرد تا اینکه با این خانواده به تهران نقل مکان کردند. فوتبال رو از محله های شمیران و زمین های خاکی یاد گرفت. به صورت جدی فوتبال رو از تیم داریوش زیر مجموعه قصر یخ در سال 1347 وقتی 14 ساله بود شروع کرد. بعد از اون وارد مدرسه عالی ورزش تهران شد. بعد از تیم قصر یخ در سال 1352 به مدت 2 سال در تیم نفت تهران بازی کرد که با انحلال این تیم در بهمن سال 1354 با قرارداد 10,000 تومانی و حقوق ماهی 2,000 تومان به پرسپولیس پیوست. 12 آبان سال 1358 یک سال بعد از انقلاب اسلامی در سازمان تربیت بدنی استخدام شد و تا سال 1367 به مدت 14 سال در پرسپولیس بازی کرد. در سال 1356 وقتی 23 ساله بود به تیم ملی دعوت شد و به مدت 4 سال در تیم ملی بازی کرد که آخرین حضورش در بازی‌های آسیایی در سال 1982 بود. مایلی در سال 1368 به عنوان دستیاری در پرسپولیس مربیگری را آغاز کرد و همزمان از سال 1369 تا 1372 در تیم ملی هم دستیار مربی بود. سال 1373 تا 1374 مدتی سرمربی تیم ملی فوتسال هم بود. در نهایت در سال 1374 سرمربی تیم ملی شد، اما کسب نتایج ضعیف در مسابقات انتخابی جام جهانی 1998 باعث برکناری و جایگزینی ویرا به جای اون شد. در 17 فروردین سال 1388 بعد از برکناری علیدایی از تیم ملی به جای اون سرمربی شد، اما 2 هفته بعد در 1 اردیبهشت سال 1388 با صدور بیانیه‌ای استعفا داد. مایلی کوهن در سال 1357 با همسرش ازدواج کرد که ثمره این زندگی یه پسر متولد سال 1358 و یه دختر هست که پسرش دکتر و دامادش استاد دانشگاهه. همسرش هم بازنشسته آموزش و پرورشه. مرسی از شما کی بودیا که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما نظراتتون رو راجع به این ویدیو و صحبت‌های آقای مایلی برام کامنت کنید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره.